انسان کامل، نوشته عزیزالدین نصفی، تهیه شده در هستی اوریان. رساله دوم، قسمت دوم، در بیان اعتقاد اهل تقلید و این طایفه را عوام گویند. بدان که اهل تقلید به زبان اقرار می کنند و به دل تصدیق می کنند هستی و یگانگی خدا را تعالی و تقدس، و می دانند که این عالم را صانعی است و صانع عالم یکی است، اول، آخر، حد، نهایت، مثل و مانند ندارد، حی، عالم، مرید، قادر، سمیع، بصیر و متکلم است، ظاهر و باطن بندگان را می داند و اقوال و افعال بندگان را می شنود و می بیند، داناست به همه چیز و تواناست بر همه چیز، موصوف است به صفات سزا و منزه است از صفات ناسزا. اما اعتقاد این طایفه به واسطه حس و سمع است، یعنی نه به طریق کشف و عیان و نه به طریق دلایل و برهان است، شنوده است و اعتقاد کرده است. ای درویش، اگرچه این اعتقاد به واسطه حس و سمع است، اما در حساب است و این طایفه از اهل ایمانند و در این مرتبه قدر غالب باشد. عجبت آن که مقلد اگرچه اعتقاد به هستی و یگانگی خدای دارد و خدای را عالم و مرید و قادر می داند، اما علم و ارادت و قدرت خدای را بر جمله اسباب و مسببات به نور کشف و عیان و یا به نور دلایل و برهان محیط ندیده است. جمله اسباب را همچون مسببات عاجز و مسخر مشاهده نکرده است. به این سبب اسباب پیش این مقلد معتبر باشد و همه چیز را به اسباب اضافت کند و از سبب بیند. عجبت آن که این مقلد هنوز در حس است و اسباب محسوسند و حس این مقلد بیش از این ادراک نمیتواند کرد و از اسباب در نمیتواند گذشت. ای درویش، چون دانستی که اسباب در این مرتبه معتبر است، اکنون بدان که غم عمر و معاش و اندوه رزق در این مقام است و حرص و سعی بسیار در کارها در این مقام است و محبت اسباب و محبت غیر در این مقام است و اعتماد کردن بر گفت طبیب و گفت منجم هم در این مقام است. روابط عمومی هستی اوریان.